دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید بچه تو این جلسه میخوایم با هم دیگه یه مثال حل بکنیم یه مثال در مورد باکتری ها شاید از خودتو بپرسید ما تا قبلش داشتیم در مورد ریاضیات تصاعد میخونیم چی شد رسیدیم به باکتری ها که بیشتر مربوط به مبحث زیسته ریاضیات در خیلی از علوم شده همه علوم بهتر باشه بگم کاربرد داره زیستم استثنا نیست اما قبل از اینکه مثال باکتریامون رو شروع بکنیم لازم دو نکته اساسی در مورد باکتریا بدیم یکی این که تکثیر باکتری ها از طریق بچه ها تقسیم بر دو شدن یعنی یک باکتری تقسیم بر دو میشه و از این طریق ادامه پیدا میکنه و دو تا باکتری هم تقسیم بر دو میشن و همینطوری روند ادامه پیدا میکنه و تعداد باکتری ها بیشتر و بیشتر میشه دوم اینکه که این تقسیم بر دو شدن در شرایط مساعد در هر 20 دقیقه اتفاق میافته برای این نوع باکتری که ما الان داریم بررسی میکنیم یعنی میخوایم بررسیش بکنیم خب حالا با هم دیگه یه ویدیو از ت... تکثیر باکتری از طریق تقسیم بر دو شدن میبینیم اجازه بدید نگاه بکنید با دو تا باکتری شروع شد و هر باکتری های تقسیم بر میشن دقت بکنید این فیلم هم رو دور تنده هر دو برابر 20 دقیقه زمان واقعیه ببینید چقدر سریع داره صفحه از باکتری ها پر میشه خب این از فیلممون دوباره برمیگردیم به درسمون بچ. حالا میخوایم ببینیم که جمعیت باکتری ها رو با توجه به این اطلاعاتی که داریم بررسی بکنیم یعنی به دست بیاریم که ما تو هر 20 دقیقه که میگذره چند تا باکتری داریم جدول معروفمون رو میکشیم جدولی که باش اصلا تصاعد شروع کردیم یا تونه دو تا ستون داشت سمت چپمون می نویسیم زمان سمت راستمون می تعداد باکتری در لحظه شروع در لحظه شروع که ما نسیم شروع زمان صفر چند تا باکتری داشتیم دو تا باکتری داشتیم من باکتری هم با این بیزی مثلا می کشم 20 دقیقه بعدش چطور بی وقتی که 20 دقیقه میگذره هر کدوم از این باکتری ها تقسیم بره دو میشن پس در نتیجه جمعیت باکتری تعداد باکتری ها زب در دو میشه یعنی میشه دو ضب در دو میشه چهار 20 دقیقه بعد یعنی در دقیقه چهلوم چند تا باکتری داریم دوباره چهار تا باکتری که داشتیم هر کدوم تقسیم بر دو میشن پس در نتیجه جمعیت باکتری ها بازم دو برابر بر میشه یعنی میشه چهار زب در دو میشه هشت در دقیقه شستم چطور؟ یعنی بعد از گذشت 20 دقیقه دیگه یعنی بعد از گذشته در یک ساعت از زمان شروع تقسیم باکتری دوباره هر کدوم از این هشتا باکتری خودشون تقسیم بره دو میشن یعنی از هر باکتری دو تا باکتری ایجاد میشه دیگه سخت شده کشیدنش بچه ها هی دارم کوچیکتر من میکنم این اندازه باکتری ها رو که جا بشه تو صفحه خب پس در نتیجه در دقیقه 60 هشت باکتری که داشتیم دو برابر شدن یعنی از هر باکتری دو تا باکتری ایجاد شده و جمعیت باکتری ها دو برابر شده یعنی ما الان 16 تا باکتری داریم خب حالا میان از ما یه سوال میپرسن یه سوال که میخوایم با همدیگه جوابش بدیم در پایان 24 ساعت یا بهتر بگیم با گذشت 24 ساعت از زمان صفرمون جمعیت باکتری ها رو ازمون خواستم. اولا به یه نکته نگاه میکنیم به جدولمون نگاه کنید بچه ها تعداد باکتری در زمان صرف دو بود در زمان 20 دقیقه چهار بود بعد شد هشت بعد شونزده میبینید هر مرحله دو برابر مرحله قبلیه یعنی چی؟ یعنی که درسته تعداد باکتری ها در هر زمان یک جمله تصاعد هندسی هن. تصاعد هندسی که قدر نسبتش چند بچه ها کیوش چنده؟ دوه درسته دو زبدر دو شده چهار رو ایجاد کرده چهار زبدر دو شده هشت رو ایجاد کرده هشت زبدر در دو شده شونزده رو ایجاد کرده پس من اگر یه ستون دیگه به جدولمون اضافه میکنم در سمت شب و میگم که جمله تساعد در واقع زمان سفرمون جمله اول تساعدمونه زمان بیست دقیقهمون در دقیقه بیستممون جمله دوم در زمان چه دقیقه اون تعداد باکتری ها جمله سوممونه و در زمان 60 دقیقه اون تعداد باکتری ها جمله چهارم این تصادمونونه به عبارتی اون از این قرارره 2, 4, ه 16 ال آخر که برای این تصاد هندسی جمله اولمون 2 و کیومونم 2 حالا چیزی که از ما خواستن اینه از ما پرسیدن در پایان 24 ساعت جمعیت باکتری ها چقدر اولا میدونیم که شبانه روز یعنی همون 24 ساعت هر ساعت 60 دقیقه است درسته هر ساعت 60 دقیقه و در نتیجه هر ساعت 3 تا 20 دقیقه است درسته پس 24 زبدر در 3 میشه تعداد 20 دقیقه هایی که ما در شبانه روز داریم که میشه 72 دو. دو. پس ما 72 تا 20 دقیقه در شبانه روز داریم پس در این باکتریامون 72 بار دو برابر میشن یعنی ما میخوایم جمله دوم جمله بخشید 72 دوم این تصاعد هندسی رو حساب کنیم یادتونه میگفتیم جمله انوم یک تصاعد هندسی برابر با جمله انوم من اینجا بنویسم آن برابر با آ یک ضرب در کیو انمن های یک و ما میخوایم جمله 72 دو, دو ما حساب کنیم در اینجا ما میخوایم جمله A1 زب در Q N منهای یکمون میشه 72 منهای یک رو حساب بکنیم به عبارتی ما میخوایم با توجه به این اطلاعاتی که داریم A1 مون و Q هم دوه دوه زب در دو به توان 72 یک رو حساب خب یه مقدار عدد بزرگه من باید دوباره بچه از ماشین حساب استفاده بکنم دیگه این بار شما هم باید از ماشین حساب استفاده بکنید. من به دست میگم که میخوام دو زب در دو به توان هفتاد یک رو حساب بکنم عدد رو ببینید بچه چقدر بزرگه من این عدد رو نمیتونم بخونم نمیدونم شاید یک از شما بتونید بخونید موفق باشید اگه میتونید ببینید و من, من تحسینتون می‌کنم اما یه تنه کاری که من میتونم براتون بگم این که تعداد ارقام این عدد رو بشمارم این عدد 3 رقم 6 رقم 9 رقم 12 رقم 15 رقم 18 رقم 21 رقم یه عدد 22 رقمی میشه یعنی جمعیت باکتری ها در با باگوزشت 24 ساعت از دو تا باکتری به جای عدد 22 رقمی تبدیل میشه ببینید چقدر زیاد میشن ولی خب خوبیش اینه که این تقسیم بردار شدن تا بی نهایت لزوما ادامه پیدا نمیکنه یعنی باید همونطور که گفتیم شرایط مساعد باشه که این اتفاق بیفته خب این یه مثال بود که با همدیگه از تصاعد هندسی در زیست شناسی حل کردیم و با استفاده از تصاعد هندسی جمعیت باکتری ها رو در در با گذشت 24 ساعت حساب کردیم مرسی که تو این جلسه با من بودید فعلا خدافز